سلام آقای دکتر حسینی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همراهان و دوستانی که در این لایو ما رو امشب همراهی میکنیم. در خدمت آقای دکتر حسینی هستیم، جراح و دامپزشک بسیار کاردانی که در خدمتشون هستیم. امشب افتخار دارم در بحث امشب که در مورد بیماری های دام هست، به خصوص و به ویژه بیماری ویروسی تب برفکی، امشب در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر اگر یک سلام علیکی در ابتدا با دوستان و همراهانمون داشته باشید و بعد در ادامه صحبت های شما رو پیگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت آقای دکتر عزیز، آقای دکتر مرتضایی و دوستان عزیزمون که در لایو هستن. امیدوارم که صدا و تصویر هر دوتای ما رو دارن. یه تایید به ما بدن که ما با خیال راحت شروع بکنیم. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که اتفاق افتاد. در خدمت شما هستم آقای دکتر. خب بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر. خب همونطوری که دوستان در یه سوال بکنم، صدا و تصویر هست که من شروع کنم؟ من صدای شما رو دارم اما متاسفانه تصویر شما رو فکر میکنم اگر یه گزینه اونجا باید باشه که بزنید که تصویرتون روی سیستم من هم وارد بشه بسیار عالی هست، ولی اگه دوستان همه تصویر شما و من هست، صدا هست، همه چیز طبیعیه، نمیدونم والا هیچ خب گزینه‌ای اینجا نیست. خب اوکی، مشکل الان صدای تصویر بنده رو دارید آقای دکتر دیگه؟ بله. خب بسیار از زمان استفاده بکنیم آقای دکتر. عرضم به حضور شرکتتون که فکر میکنم ادامه بدیم تا ببینیم چقدر میتونیم الان صحبت هم و بحثات ها کجا ادامه پیدا میکنم. فکر میکنم یک ساعت تا یک ساعت و نیم زمان مناسبی باشه برای اینکه در مورد این بیماری بشه. لایف چقدر ما اجازه میده که بتونیم ضبطش بکنیم، که شما بتونیم ضبط کنیم این لایف از درد نه در نهایت. بسیار عالی، بسیار عالی. خب جناب دکتر اگر آماده هستین بحث ها و سوالات که مطرح شده و حالا دوستان سوال پرسیدن و توضیحات اولیه در این مورد رو خدمتون عرض بکنیم، اگه موافق باشید در ابتدای صحبتمون یک سوال رو شروع بکنیم و اون هم این هستش که بیماری تب برفکی اصلا چیه و به چه صورت هست؟ یه مقدار در مورد بیماری های ویروسی تو صحبت بکنید و توضیح بدید ممنون میشم. خواهش مایل از میکنم خدمت شما و دوستان عزیزمون. بیماری تب برفکی بیماری عفونی و به شدت واگیردار هستش که خسارت های اقتصادی خیلی زیادی رو به صنعت دامداری ما داره وارد میکنه و بیماری خب سبب کاهش تولیدات دامی میشه و نقش اساسی خیلی زیادی در تجارت تولیدات دامی و فرآورده های دامی داره. یکی از دلایل انتخاب بیماری تب برفکی برای امشب، برای لایو امشب، واقعا مختص بودن این بیماری و شایع شدن این بیماری در فصل پاییز هستش و یک نکات خیلی مهمی حالا انشالله در انتهای لایو من خدمت دوستان عزیزم خواهم گفت که اگر همه ما دست به دست هم ندیم این بیماری ویروسی به هیچ وجه نمیتونیم در امان ازش باشیم و هیچ کس نمیتونه بگه که من با خیال راحت میتونم درگیر این بیماری ویروسی تب برفکی نشم. و حالا چند تا اگر اجازه بدید من به صورت خیلی مختصر یه چند دقیقه قبل از اینکه سوالات حضرت عالی صورت بگیره تو چند دقیقه مختصر در مورد این بیماری توضیحاتی بدم که اهمیت این بیماری رو به دوستان نشون بدم و بعد بریم به سمت سوالات دوستان عزیزم. اجازه هست؟ خواهش میکنم آقای دکتر اختصاصا در مورد خود ویروس صحبت کن، خود اصلا سیستم ویروس ها اگه امکانش هست یه مختصر توضیح بدید و بعد هم در مورد هم ویروس تب برفکی و سویه هایی که داره حالا یه مختصر صحبت کنید تا انشالله سوال هایی که موردی هم هست در ادامه و از در خدمت شما باشه. بفرمایید دکتر در خدمت شما. خواهش می‌کنم. آیا چه خصوصیات
این ویروس تبرفکی اینکه کشندگی پایینی داره، یعنی مورتالیتی پایینی داره و موربیدیتی یا واگیرداری بسیار بالایی رو داره. خب تمام زوجسوم های نشخوار کننده اهلی، گاو، گاو میش، گوسفند، بز، همه اینا از این ویروس متاسفانه درگیر میشن و درگیر بیماری تبرفکی میشن. خب یه نکته خیلی مهم که بخوام بگم، سویه های این ویروس خیلی زیاد هست. با هفت ویروس تبرفکی، ویروس پیکورنا ویروس هستش که با سوش های مختلفی معمولا درگیر میکنه. سوش های تیپ A، A، اشیاوان، O، C و سروتیپ های مختلف آفریقایی هستش که اینها سطح 1، سطح 1، سطح 2 و سطح 3، اینها گله های مختلف و کشورهای مختلف رو داره طی میکنه و سپری میکنه. خب یه مسئله که اینجا بخوام خدمت شما بگم اینه که سوش های مختلفی که داره به خصوص سروتیپ A معمولا میتونه بازی بکنه با ما و تغییر ژنوتیپی پیدا بکنه و به راحتی واکسن نمیتونه روی اون سیستم ایمنی بره. خب با توجه به اینکه یک ویروس هوشمندی هستش و واین بورن هستش، یعنی معمولا از طریق هوا منتقل میشه و به راحتی 7-8 کیلومتر تا 10 کیلومتر رو به راحتی ویروس منتقل میکنه، این اهمیت این بیماری رو برای ما نشون میده. خب ما یک نکته ای که میخوام خدمت شما بگم این که ماندگاری ویروس بالاست. من سریع یه چند تا پاورپوینت رو میگم بعد میگم اصل مطلب، یعنی کل مطلب هم تو 4-5 دقیقه انشاءالله میگم خدمت شما، ولی اصل مطلب این که ما چه کار باید بکنیم. نیومدم چون خیلی از دوستان همکاران عزیزمون الان توی پیج هستن و توی لایو هستن و میدونن و خیلی از دامدارا از من هم شاید بیشتر تبرفکی رو بشناسن، اما اهمیت این بیماری رو میخوام واقعا بیشتر بهش پی ببرم. یکی این که ماندگاری ویروس از جمله مقاوم ترین، اسلاید بعدی اگه بریم آقای دکتر، از مقاوم ترین ویروس های شناخته شده در طبیعت که در بستر فضولات توی کود گاوها معمولا 40 روز با ترشحات و داخل کود 40 روز باقی میمونه. ببینید پس این یک نکته من تو پرانتز بگم، گله هایی که درگیر تبرفکی میشن خیلی راحت میان کودشون رو بر میدارن، از مسیرهای دامداری های مختلف رد میشن و این سبب انتقال آلودگی به راحتی میشه. در خوراک دام و فرآورده های دامی تا هفته های ویروس میمونه، در گوشت منجمد تا 80 روز این ویروس ماندگاری داره. خب پی اچ بین 5 و 11 رو تا حدودی تحمل میکنه، خیلی قدرت بالایی میتونه داشته باشه. در آب آبخوری ها تا 50 روز این ویروس ماندگاری داره و 13 هفته بر روی چکمه میمونه و 74 روز در مرتع با دمای 8 تا 18 درجه به راحتی زنده میمونه. اسلاید بعدی رو با هم ببینیم آقای دکتر. ببین این ماندگاری ویروس چقدر برای ما مهمه. اینه که ما میبینید گله های مختلف ما درگیر میشن، چند روز بعد گله بعدی، چند روز بعد گله های بعدی و همین سبب میشه که انتقال ویروس خیلی راحت بین دامداری ها و از دامی به دامی به راحتی منتقل میشه، وقتی که ما نمیدونیم که این ویروس چه کار داره با ما. اهمیت این بیماری، اصلا چرا این بیماری اینقدر برای ما مهمه؟ به خاطر اینکه اقتصاد ضربه های اقتصادی خیلی بالایی داره به ما وارد میکنه. حالا پروار بند سالهاش آورده تا 500-600 کیلوواز، 700 کیلوواز، خیلی راحت با درگیری تبرفکی افت شدید وزن پیدا میکنه و خدای نکرده گلهای شیره درگیر بشن، که یه نکته خواهم گفت که انشالله این اتفاق نیفته، انشالله این اتفاق نیفته، ولی خبر قطعی داریم که متاسفانه سروتیپ سطح 2 داره وارد کشور ما میشه و تیپ پستانی خیلی شدید. گزارش 100% از یک گله 1000 رأسی دارم که اگر متاسفانه همین چند روز پیش به من گفت که گلبش درگیر تیپ پستانی شده و متاسفانه واقعا یه دامدار وقتی که
پستان درگیر بشه تای برفکی و تاول هایی که روی پستان ایجاد بشه، دیگه گاو نمیتونه شیر بده، درد بسیار شدیدی خواهد داشت و دامدار نمیتونه اینا بدوشه و ورم پستان های بسیار شدید و عوارض بسیار شدیدی گله رو درگیر میکنه. این عملا تقریبا گله فلج میشه. ضایعات اقتصادی فراوانی که به بار میاره این اهمیت خیلی بالایی داره. برم پستان، کوری پستان، کاهش تولید شیر، سقط جنین، نابارونی هایی که بعد از هر وقت من گله شیری داشتم که متاسفانه تا یک سال ما خوب شده بود، بعد از یک سال ما هنوز درگیر نابارونی های ناشی از مشکلات فرزکی بود. خب هزینه های کلانی که دامدار باید هزینه بکنه و تلفات بالایی که اتفاق میفته. قسمت بعدی بریم آقای دکتر. عذرخواهی میکنم من تونتون صحبت میکنم چون میخوام به اصل سوالات برسم. راه های انتقال این ویروس خیلی مهمه دوستان عزیزم، اینو گوش بدید. ببینید یه ماری روش، یه روش های مستقیم داریم که راحت ویروس منتقل میشه و یک روش های غیر مستقیم. مستقیم اینه که تماس با دام آلوده به صورت مستقیم از طریق هوای تنفسی از دام مریض به دام سالم منتقل میشه، ویروس داخل قدرت لنفاوی میره و از طریق لنف از طریق خون ویرمی میده و انتقال به کل بدن و ضایعات خودشو به بار میاره. شیر خوردن گوساله‌های سالم از مادران مبتلا به تب برفکی خیلی راحت ویروس منتقل میشه و لیسیدن گوساله‌های سالم توسط مادران درگیر تب برفکی هم متاسفانه این ویروس به صورت مستقیم، از حواستون باشه این ویروس خیلی راحت به صورت مستقیم میتونه منتقل بشه. روش غیر مستقیمی که متاسفانه ما بیشتر نگران این هستیم، چون مطمئنن دامدار وقتی که میبینه که گلش درگیر تبرفکی داره میشه و احتیاط میکنه و به گاروش رو نمیذاره با گاوه دیگه در ارتباط میشه، جدا میکنه گاوه مریض. اما این روش غیر مستقیمه که ما باید هممون آمادگی داشته باشیم، بسیج بشیم و بتونیم جلوی انتقال غیر مستقیم آلودگی رو داشته باشیم. ابزار و وسایل آلوده، وسایل تلقیح مصنوعی، رفت و آمدها و وسایل نقلیه و تردد افراد آلوده، متاسفانه خونه های کارگری خیلی خوبه ولی خیلی خوب میشه اگر، چون میدونید که کارگرها خوب ارتباط نزدیکی با هم دیگه دارن، شب و شبها رفت و آمد دارن از دامداری به دامداری، خیلی خوب میشد اگر خونه های کارگری کلن از سیستم، خصوص در گله های بگافار من میبینم و خیلی کار خوبیه که کلن خونه های کارگری جدا از سیستم دام پروری و دامداری هستش که هیچ ارتباط با ورود و خروج افراد صورت نمید. انتقال توسط باد خیلی زیاد، 8 الی 10 کیلومتر راحت این ویروس منتقل میشه، از طریق باد میتونه ویروس منتقل میشه. انتقال از طریق فرورده های خام، گوش، شیر، پشم و پوست دام ها میتونن خیلی راحت، دیدی که یک سری دام هایی که کشتار شدن و هنوز ویروس روی پوستشون هست و روی پشماشون هست و اینها از طریق با ماشین های هم راحت منتقل میشن و ویروس رو منتقل میکنن. خب این اهمیت بسیار زیاد این بیماری. خب یه دوره کمر نهفته 5 الی 7 روزه داره، یعنی اگر گله دیگر همسایه درگیر شد و شما دیدید که احتمالش رو زیاد بدونید که 5 الی 7 روز دیگه علائم در گله شما اتفاق خواهد افتاد که یه دوره کمونی خواهد داشت. خب همه علائم رو میدونن، من خیلی وارد مسائل نمیشم، تب بالای 40 درجه، ترشحات و بزاق‌های کشدار، زخم‌ها، تاول‌های داخل زبان و لب و دهان و روی پستان و به خصوص قلب در بعضی از مواقع به سرتیپ های خاصی به خصوص او، اینها صحبات خیلی شدید و گله من داشتم آقای دکتر 300 رأس گوساله پرواری بود، باور کنید نزدیک 40% این گله راحت به خاطر تیپ قلبی که درگیر شده بودن راحت تلف شدن و نتونستن کاری براشون بکنن. خب من پیشگیری و کنترل این بیماری برای ما خیلی مهمه که اینجاست که میخوام صحبت‌های اساسی خودم رو بکنم. ببینید قبل از اینکه وارد سوالات بکنم، من اساس این لایو رو من تو 10 دقیقه 5 دقیقه این بیماری براتون توضیح دادم، ولی اساس صحبت‌های من اینجاست. ما چه کنیم؟ گله‌های ما الان می‌بینید آقای دکتر، نامه‌هایی که از استان
از سازمان دامپزشکی کل کشور اومده که خیلی از بعضی از استانهای کشور رو قرنطینه کردن ورود و خروج، یعنی بیماری واقعا شیوعش بسیار بالا داره اتفاق میفته و خطرناکه و اگر دیر به جنبیم خیلی از استانهای ما رو میگیره و گله های ما رو درگیر میکنه. به خصوص گزارش هایی که داریم از کشورهای همسایه اردن، عربستان، عراق، پاکستان، همسایه های مرزی ما متاسفانه درگیر سطح تو شدن و تیپ پستانی رو درگیر میکنن. اینه که خطرناکه و واقعا گلاغی شیری ما درگیر بشن، ضربه واقعا خیلی زیاد اقتصادی به گلاهای مگافارمای ما وارد میشه و این دیگه نمیشه جمعش کرد. خب اقدامات بهداشتی که باید بکنیم، یکیش که کار کنترل بر بگیره، ولی متاسفانه باز هم دلالانی وجود دارن که خیلی راحت دامهایی از کشورهای دیگه وارد میکنن و متاسفانه ضرر زیان زیادی وارد میکنن به دامهای کشور. خب محافظت از مناطق آری، یعنی اگر استانهایی که درگیر میشن واقعا این قرنطینه غیر از این که مرزی انجام میشه، قرنطینه استانی به استانی، شهر به شهر اینها انجام بشه و حتی دامپروری به دامپروری، یعنی خردخورد بریم که هر کس بتونه خودش رو سیو کنه و نجات بده از این ورود ویروس. خب کشتار دام‌های آلوده، ضدعفونی جایگاه‌ها و مواد و همه اینا که دوستان می‌دونن، امها لاشه‌های متأسفانه دکتر ما حالا نصف شده، اکثر شهرها دام شهرهایی تولید میشه و دامداری‌ها 100 تا 200 دامداری در کنار هم میان می‌سازن و بدترین کار هستش که متأسفانه خب می‌دونید که دیوار به دیواره و اینها خیلی راحت ویروس بین اینها منتقل میشه، تردد بسیار بالاست و تو اینجور مواقع بعضی وقتا من میبینم متاسفانه یک دامی که تلف شده به هر دلیلی وسط خیابون رها میکنن، یعنی همین که توی دامداری خودش این دام تلف شد دیگه تمام، باید برم بندازم بیرون. نه عزیز من، یک کسی دیگه ممکنه با تا این کار بکنه، این ویروس خیلی راحت ممکنه گریبانگیر خود دامداری شما بشه. سریعتر اگر بشه تو این جور دامپروری های مجتمع حتما کوره های لاشه سوز باشه یا جاهایی باشه که بشه دفن کرد و امحال لاشه انجام داد که بتونیم غلبه کنیم و ویروس حداقل زیاد شیوع پیدا نکنه. خب یک مسئله دیگه ای که حالا میرسیم بعد از اینکه مرزی کشوری و استانی شهری و دامپروری به دامپروری خورد بشیم و اونجا کنترل بکنیم، اینجا حرف اصلی واکسیناسیون خیلی مهمه. نگید که چه نوع واکسنی ما بزنیم، از چه شرکتی من بگیرم. من خب متاسفانه خب واکسن‌های بی‌کیفیت وجود دارن و واقعا بی‌کیفیت، نه اینکه من ممکنه اون سروتیپی که باید لازم باشه در شهر و استان شما که اون داره شیوع پیدا می‌کنه متاسفانه پوشش نده و خیلی راحت شما با اینکه واکسن می‌زنید و هزینه می‌کنید و نتیجه خوب رو نمی‌گیرید. خب یکی این که واکسیناسیون و دوم ایجاد ایمنی، به نظرم اول اینو من بگم. آقای دکتر چند تا نکته است در مورد، شما متخصص تغذیه هستید و استاد هستید و من در این زمینه نمیخوام وارد بشم، ولی آقای دکتر بعد از 22 سال سابقه کار به یک نتیجه رسیدم، واقعا ایمنی. ما هر کاری هم بکنیم لب مرز مشکلاتی وجود دارد، استانی، کشوری، همسایه‌مون رعایت نمی‌کنه بهداشت و ما هر کاری هم بکنیم باز هم متاسفانه با وجود اینکه واکسیناسیون هم انجام میدیم درگیر میشیم. علتش چیه؟ یک، به دلیل سوء تغذیه خوراک وقتی گرم میشه گله‌هامون میان یک جای کوتاهی میکنن و سوء تغذیه‌ای که اتفاق میفته رو سیستم ایمنی بدن تأثیر سوی میذاره و خیلی راحت با وجود اینکه واکسیناسیون هم صورت گرفته دام ما نمیتونه ایمنی خوبی داشته باشه و خیلی راحت اون بیماری ویروسی رو درگیر میشه. خب پس تقویت سیستم ایمنی، حالا این تقویت سیستم ایمنی فقط خوراک نیست، فقط واکسن زدن نیست. تقویت سیستم ایمنی، من یه ویدیوی ضبط کرده بودم در مورد انتقال و حمل و نقل دام، کمترین استرس وارد کردن در حین حمل و نقل، رعایت یک سری اصول،
وارد شدن دام به دام پروری، این که قاطی نشدن با گله دیگه با تو باربندهای مختلف، رعایت اصول خوراکدهی، همه اینها هرچی استرس رو کمتر بکنی. من دامپزشک هر هفته تست مامایی دارم، سالی چندین بار دامدار میاد سلوبروسلوز انجام میده، تستای سلوبروسلوز انجام میده، خونگیری انجام میشن، واکسیناسیون انجام، همه اینا استرسه. هرچی بتونی میزان استرس رو تو گله های خودتون قضاوت کنید، هرچی بشه میزان استرس رو در گله های خودتون پایین بیارید، یعنی سیستم ایمنی گلتون تقویت کردید، این یک. و دو، استفاده از یک سری مکمل های تقویت سیستم ایمنی که شما استاد هستید، من وارد این مقوله نمیشم، که بشه قبل از واکسیناسیون حتما مطمئنم در گله های مگافارم داره این کار رو انجام میدن. من یک گله دیدو اصفهان رفتم و دیدم و پیشنهاد بهشون دادم و انجام دارم میدم و خیلی به هم نتایج خوبی هم گرفتن. خب میام قبل از یک هفته قبل از اینکه واکسیناسیون صورت بگیره، 5 روز قبل از واکسیناسیون، هر واکسنی به خصوص واکسن هایی که ویروسی هستن، خب میام چیکار میکنم؟ 5 روز قبل استفاده از یک سری ویتامین های تقویت سیستم ایمنی، مثل ویتامین آ، ای و عناصر و مواد معدنی که سبب تقویت سیستم ایمنی میشن و یک سری ریز مغذی ها، یک پرمیکس در نظر سیستم ایمنی به میکسرشون و خوراکشون اضافه میکنن، پارتنر مصابتشون هم کار میکنن، این استرس کمتر وارد میشه به گله، تب پایین میاد تا حدودی، جلوی افزایش تب بعد از واکسیناسیون رو میگیره، استرس که کم میشه، سخت گاگره کمتر میشه ناشی از واکسیناسیون، مرگ جنین کمتر واکسیناسیونی که ما داریم انجام میدیم، ایمنی خوبی ما بوده. سرتون رو به درد نیارم، همه حرف ما اینه که هر چی بتونیم ایمنی گلمون رو بیاریم بالا به کمک متخصصان در دوستان عزیزمون، ما یک سری که ما هم خودمون هم دوستان مشکل کردیم، یک سری مکمل های تربیتی سیستم ایمنی، من حتما ورود گله از اینها استفاده کنید که بتونید سیستم ایمن. من اصلا حرف بازاریابی و حرف تجارت اینا نمیزنم، متخصصان تغذیه هستن، دوستان رو نظر بدن و استفاده کنید بتونید ایمنی گله، فقط واکسن زدن نیست، ایمنی گله رو ببریم بالا که بتونیم. حالا یه نکته خیلی مهم میخوام، اگر میزان ورود ویروس به بدن از حد معینی افزایش پیدا بکنه، وجود اینکه ما واکسن بزنیم، حالا میخوام بهتون بگم اهمیت ضد عفونی گله ها، دامداری ها و شهرها و استان ها و کشوری، هر چی ضد عفونی بیشتر صورت بگیره، هر چی رعایت ورود و خروج قرنطینه بهتر، میزان بار میکروبی ویروس رو کم بکنیم در گلمون، سبب میشه که واکسن راحت‌تر سیستم ایمنی رو تحریک بکنه و دام رو در برابر بیماری جلوش رو بگیره. خب اگر احیانا ما این اتفاق بیفته و میزان بار ویروسی در گلمون بالا بره، پس مطمئن باشید سیستم ایمنی هم که ضعیف باشه، واکسن هم زده باشید، بهترین واکسن هم سروتیپ رو راحت کردید، بازم گله شما درگیر خواهد شد. خب آقای دکتر، ما من مختصر و مفید در مورد تب برفکی و شیوعش و ماندگاریش و اهمیت کشوری، شهری، استانی و دامداری به دامداری رو عرض کردم خدمت شما، و الان در خدمت شما هستم. هر سوالی دوستان عزیز میخوان بپرسن من در خدمت شما هستم. من این دوستان، من فقط یه نکته، آقای دکتر، ما اگر هممون دست به دست هم ندیم، ویروس تب برفکی دست از سر ما بر نخواهد داشت. نگیم خب من الان گله من تب برفکی درگیر بود، خیالم راحت، دیگه تمام، دیگه من دیگه درگیر نمیشم، حالا هر چی بخواد بشه بشه. این اتفاق مطمئنا ممکن دوباره برگرده و دوباره گله درگیر تب برفکی. سوالی هست من در خدمت شما هستم. فقط خودم مستقیم صحبت کردم، آقای دکتر من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم. کلیات بسیار خوبی رو بیماری ویروسی تب آقای دکتر حسینی عنوان کردن، بسیار نکات بود. آقای دکتر اگر موافق باشید سوال ها رو به صورت موردی جسارتاً عنوان میکنم من.
تون رو در مورد این سوال اولم اینه که چه فصلی از سال بیشترین تهاجم این ویروس رو ما داریم، دلیلش چیه؟ باید با توجه به اینکه عرض کردم خدمت شما این ویروس وایند بورن هستش، یعنی اصلا از طریق باد بیشتر و راحت‌تر منتقل میشه، در فصولی که بادخیز هست مخصوصا پاییز و بهار، خب در این فصول خیلی راحت این ویروس منتقل میشه و از استان به استان، کشور به کشور راحت قابل انتقال. علتش همینه. و دوم این که معمولا خب پروربند ها، کسانی که بخوان دام بخرن، معمولا در فصولی میخرن که اواخر تابستان هستش و حمل و نقل دام، انتقال دام، خرید دام بیشتر صورت میگیره و همین سببشه سر راحت تر ویروس از گله های مختلف منتقل بشه. بسیار آقای دکتر، من در خدمت شما هستم. آقای دکتر، یه سوالی که خیلی ذهن منو درگیر کرده و فکر میکنم سوال بسیاری از دوستان هست، اونم در مورد دام‌های حساس به این ویروس هست. در مورد این هم اگر لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. خواهش می‌کنم. آقای دکتر، بسته به سنین مختلف، یعنی هر چی سنین با معمولا دام‌هایی که با گله میشن به خصوص سر برتکی مقاوم‌ترن، به دلیل اینکه سالیانه حداقل چندین گرفته خوراک خوردن، سیستم ایمنی قوی تر دارن، ولی هرچی سنین پایین تر باشه معمولا درگیری به دلیل ضعف سیستم ایمنی بالاتر هستش. این حساسیت نسبت به سن هستش. حالا یه نکته آقای دکتر من خواستم بگم در مورد واکسیناسیون، اینجا یه نکته خیلی مهم که دوستان عزیزی که میخوان واکسیناسیون انجام بدن، معمولا سعی کنن از دام‌های کوچکتر شروع کنن، برن به سمت دام‌های بزرگتر، به سیستم ایمنی قوی‌تر دارن و خب بیماری زایی هم کمتر، بده هر دلیلی تزریقاتش، استرسی که وارد می‌کنه. و یه نکته دیگه آقای دکتر، زمان واکسیناسیون، این زمان واکسیناسیون خیلی برای ما مهمه، به خصوص در فصولی که گرم هست. میایم صبح اول وقت واکسیناتور میاد واکسن میزنه، خب 3-4 ساعت بعد دام تب میکنه، اوج استرس، الان هوا خوبه ولی تو اوج استرس گرمایی دام مبتلا میشه و کارو بدتر میکنه. اگر ما بتونیم بعد از ظهرها به سمت غروب، میدونم سخته، واکسیناتور به راحتی قبول نمیکنه، کارمنده، مشکلاتی هست، ولی اینها قابل حله. اگر بشه به سمت غروب این کارو، به شبها مهباش روشن بمونه، فنها روشن بمونن، این تب کمتر نجات بشه و سیستم ایمنی قوی تر میتونه بده. در خدمت شما هستم. بسیار عالی. آقای دکتر، مراد سوالتان از بحث دام های هست، بحث دام بی در به ویژه گوسفند، موز و همچنین کنندگان هست و نحوه گیری اونها به چشمی خودشون نشون میده. آقای دکتر، صدامون واضح دارید؟ من الان صداتون رو باید. آره، من متاسفم صداتون رو خیلی قطع و وصل داشتم، ولی تا حدودی متوجه به این شدم که فرمودید در مورد سوالم مجدد بپرسم. تا حدودی اینو فهمیدم که در مورد نشخوار کنندگان اهلی و دام سباک این علائم چجوری ظاهر میشه، درسته؟ آقای دکتر صداتون خیلی اصلا نمیاد. درسته؟ عرض کردم نحوه بروز و شکل بروز ویروس در و در نشخوار کننده خیلی دیده میشه. حالا در بند هست، بحث بوز هم کنندگان دیگه هست، خیلی در این موردم توضیح بدید. صدا رو دارید چون من کنم توضیح میدم. ببینید در نشخوار کنندگان
در نشان زمستان و نشان کنندگان اهلی همه ویروس هم کرونا ویروس هست با هم تیپ ها. خب صدا رو دارید؟ بله آقای دکتر صدا رو دارید. خب علائم رو معمولا درگیری سم، درگیری زبان، لثه و داخل دهان، زخم ها برای اتفاق افتاده این علائم. یه نکته اینجا به خدمت شما بگم که ما زوجسمان و نشخوارکنندگان غیر اهلی هم داریم که در اونها ویروس وجود داره ولی هیچ علائم رو معمولا نشون نمیده، علائم تبرفکی اونها ظاهر نمیشه، اونها فقط ناقل ویروس هستن. این هم در جریان داشته باشید. ولی کنندگان اهلی و دامن معمولا با همین علائم فوت اند ماف، یعنی هم دهان و لب و لثه درگیر میشه، زخم ها و تاول هایی ایجاد میشه، بعد بین سوم هاشون هم بسیار عالی، بسیار عالی. خب یه بار دیگه عذرخواهی میکنم از دوستان به خاطر مشکلاتی که توی بحث ویدیو و بحث ارتباط زنده پیش اومد. ما تا اینجا پیش رفتیم که جناب آقای دکتر حسینی استاد و جراح و دامپزشک حاضقی که در فعال هستند در بسیاری از فارم ها، مگا فارم ها فعال هستند، امشب در خدمت ایشون هستیم با افتخار. بحث اصلیمون در مورد ویروس تب برفکی هست که بسیار ویروس خطرناکی هست، ویروسی هستش که از نظر اقتصادی ضررهای بسیار زیادی رو به دامداران وارد میکنه، حتی اقتصاد دامداری رو میتونه تحت شعای خودش قرار بده. امشب در مورد این موضوع بسیار مهم که اخیراً هم بسیار شایع شده صحبت کردیم. جناب آقای دکتر حسینی زحمت کشیدم در بخش اول صحبت‌های ما بسیاری از نکات مهم در مورد خود بیماری سروتیپایی که داره و در مورد نحوه پیشگیری، نحوه سرایت، اقدامات بهداشتی و اقدامات واکسیناسیون و نحوه ایمنی سازی گله نکاتی رو عنوان کرد. در ادامه صحبت هامون که با دکتر حسینی داریم و در خدمت شما عزیزان هستیم، بحثمون در مورد شکل سپتیسمی که این بیماری هست. جناب آقای دکتر حسینی لطفاً در مورد این شکل هم نکاتی رو عنوان بکنید و دوستان رو از این موضوع هم آگاهی کنید. ممنون میشم. خواهش می‌کنم. عرض کنم آقای دکتر، یه دوره کمون 5 الی 7 روزه این بیماری داره، یعنی وقتی که وارد بدن دام میشه میدونید که بیشتر به صورت انتقال مستقیم، یعنی از دام به دام، یعنی از طریق هوای تنفسی یک دام آلوده به دام سالم منتقل میشه. وقتی منتقل ویروس وارد قدر لنفاوی حلقی میشه، وارد خون میشه، از طریق لنف وارد خون میشه، بیرمی میده و سپتیسمی که شما میفرمایید رو میده. خب بیماری ویروسی هستش و شروع میکنه به اول ساپرس یا ضعف یا نابود کردن سیستم ایمنی بدن و شروع میکنه به نشون دادن علائم خودش مثل تاولها و زخمهایی که در جاهای مختلف بدن اتفاق میفته. اما در مورد سپتیسمی که شما میفرمایید، این به صورت سکندری انفکشس، یعنی به صورت ثانویه علائم عفونت عمومی یا سپتیسمی اتفاق میفته در بدن و بسته به اینکه کدوم قسمت از بدن، حالا با توجه به شرایط محیط و دامداری مشکل ما داریم، گاو درگیر بیماری مستیتیس یا ورم‌فستان میشه، گاو درگیر پنومونی میشه، گاو درگیر آرتریت میشه، التهاب مفصل میشه، لنگش میشه و و و مسائل دیگه. این مختصر مفید در مورد سپتیسمی. علت این که ما میگیم هیچ وقت آنتیبیوتیک در روزهای اولیه معمولا تجویز نشه همینه، چون بیماری ویروسی هستش
و باید فقط و فقط و فقط انشالله اگه دوست داشتید در مورد درمان هم صحبت خواهیم کرد، فقط و فقط تقویت سیستم ایمنی، حتی اگر گله‌ای که ما گفتیم گله‌ای که درگیر نیست بخوایم واکسن هم بزنیم، باید اول ایمنی رو تقویت کنیم، مشاوره بگیریم از دوستان و متخصصان تغذیه که بتونن به ما بیشتر کمک میکنن قبل و بعد از واکسیناسیون. و در نهایت اگر هم گله ما درگیر شد، آقای دکتر خیلی خاطرات از بیماری دربرفکی من دارم که گله ای بوده 300 400 رس درگیری شدید، من گفت آقای دکتر دارویی نیست که من نزده باشم، من رفتم اونجا گفتم شما اصلا دارو نزنید، فقط برید خونتون بگیرید بخوابید، استرس به دامتون وارد نکنید و سیستم ایمنی رو تقویت کنید و دیگه تلفات بد شد. آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟ بله آقای دکتر، بله صدام واضح بود؟ بله بله بله. خب جناب آقای دکتر حسینی عزیز خیلی ممنونم. یکی از دوستان سوال بیماری بشه چه اتفاقی و آیا به گاو هم منتقل میشه یا نه؟ از طریق گوسفند آیا به گاو هم انتقال داده میشه یا نه؟ و اگر گوسفند بله در واقع جنس ویروس، ویروس پیکورنا ویروس هستش و خیلی راحت میتونه این انتقال صورت بگیره. بسیار خب توی گوسفند ندارم علائم میدم گوسفند. بله 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 علائم همونطوری که خدمت شما عرض کردم هم تقریبا داخل لسه روی زبان ایجاد میشه و بین سومشون هم زخم ایجاد میشه، معمولا مثل تب برفکی در گاو هستش، در مثال ها هستش در دام سنگین، ولی خب یه مقدار سبکتر هستش. بسیار صدا من داری های دکتر؟ بله بله بله. بسیار آقای دکتر یه سوالی که خیلی از دوستان ممکن هست داشته باشن بحث تشخیص افتراقی این بیماری هست، در مورد تشخیص افتراقی هم اگر نظری دارید بفرمایید. بسیار سوال خوب و جالبی آقای دکتر. ما متاسفانه یک سری بیماری های خیلی شبیه به بیماری تب برفکی داریم و به راحتی شاید قابل تشخیص تفریقی نیست، مثل بیماری طاعون گاوی هستش، بیماری پاپولار استوماتایتیس هستش و یک زخم ها و بصوراتی رو داخل دهان ایجاد میکنه که خیلی مشابه با تب برفکی هستش. خب ببینید اینها دیگه یک مقدار تخصصی میشه، نوع زخم های تب برفکی با محل ایجاد زخم معمولا روی زبان داخل لثه ایجاد میشه، ولی مثلا زخم هایی که در IBR ایجاد میشه معمولا بین منخرین یعنی روی پوزه اتفاق میفته و با زخم های تب برفکی کاملا متفاوته. در تب برفکی تب معمولا بالای 41 درجه اتفاق میفته، دام شدیدن دیپرس میشه، شدیدن بی اشتها میشه، کم خوراک میشه، درد داره و ولی در IBR زخم هایی که در IBR معمولا ملایم تری هستش ولی همراه با تب بله کم خوراکی اتفاق میفته. اینا یه سری نکات خیلی تخصصی میشه و حتی ممکن IBR اگر سیستم ایمنی قوی باشه گله درگیر IBR بشه، خیلی راحت گله درگیر میشه، علائم مختصرش رو دامدار اصلا متوجه هم نشه. خب اما در بیماری پاپولار استوماتایتیس که معمولا زخم ها خیلی شبیه به تب برفکی هستش که اینها هم یک نوع ویروس هستش که علائم شبیه ولی علامت انحصاری تب برفکی اون تیپ صدای ملچ ملچ نمیدونم من چجوری این صدا رو در بیارم یا در نیارم، یک صدای انگار مثلا دواتک در میدسن، انگار مثلا داره دواتک میخواد، یه حالت ملچ ملچ کردن خاصیه. از دور من خیلی از گله ها رو هنو هیچ علائمی وجود نداشته دارم رد میشم برم کار مامایی ما انجام بیارم، یه دفعه بینی
این صدا رو بین مثلا 200 تا 300 تا گاو میشنوم، وای میستم دقت میکنم و میگم آقا این داره عدم تبرفکی رو نشون میده. دو روز بعد من گفتم آقا به من میگن آقای دکتر اون گاو درگیر تبرفکی شد. این یکی از علائم اختصاصی بیماری تبرفکی. در خدمت. بسیار عالی. آقای دکتر یک سوال خیلی خوبی حالا تو این زمینه هست که قطعا سوال بسیاری از دوستان هم بوده، و اون هم زمانی که گله درگیر میشه یک اختلاف نظری وجود داره جناب آقای دکتر با همکاران شما و همطور دوستانی که واکسیناتور هستن در این زمینه، یک اختلاف نظری وجود داره. میخواستم نظر شما رو در این باره بدونم که در زمانی که گله درگیر میشه آیا ما میتونیم از واکسن استفاده بکنیم یا خیر؟ بسیاری از دوستان میگن استفاده بشه، خیلی از دوستان هم میگن نه، بعضا میگن اگر 20% گله درگیر شد میتونی تزریق بکنی. نظر شما در این مورد چیه؟ خیال خودتون رو راحت کنم. البته اساتید ما هستن، متخصصان هستن، ما هم شاگرد همه عزیزان و همکارانمون هستیم، ولی تجربه نشون داده و الان من یک چیز خیلی ساده، یک فرمول خیلی ساده خدمتتون میگم تا آخر خودتون دیگه قضاوت بفرمایید. ببینید صحبت هایی که داشتیم و ویروس تبرفکی و ماندگاری ویروس در گله رو براتون توضیح دادم که چقدر ماندگاری داره توی کود، روی چکمه، روی مواد خام و ترشحات، در دامداری های مختلف، و عرض کردم خدمت شما که اگر میزان ویروس در گله بالا باشه و در کنار شما واکسن هم زده باشید قبلا، باز هم درگیر ویروس تبرفکی میشید. اینجا چه نتیجه میخواید بگیرید؟ یعنی ای که گله من 10%، 20%، اصلا 5% شروع تبرفکی، یعنی چه اتفاق افتاده آقای دکتر؟ دوره کمون که چند روز است؟ 7 روز. یعنی از 7 روز پیش این بیماری وارد گله من شده. یعنی الان اکثر دام های ویروس تو بدنشون هست. یعنی اینکه اصلا هیچ کار استرسزایی من نباید اجرا کنم، نه واکسن تبرفکی بزنم، هیچ کار استرسزایی نباید ایجاد بکنم، واکسن که اصلا به هیچ وجه نباید بزنم. وقتی گله شروع میشه علائم تبرفکی رو نشون میده، یعنی یک تب مختصری گله، شما کافیه واکسن بزنید، یعنی آتیش آبی رو که رو یعنی آتیش زده به گله. و این اشتباه محض، حاضرم گردن بذارم بابت این حرفم، نکنید این کارو خواهشن و بگید شد، مگر این که خبر بدن که آقا توی منطقه گله های مختلفی درگیر شدن، ما هنوز هیچ علائمی نداریم، همسایه هامون هم ندارن، بله سریع باید واکسیناسیون انجام بشه و به شرط تقویت سیستم ایمنی. ولی این که گله ما علائم بروز کرده به هیچ وجه نباید. این البته دکتر این واکسن تبرفکی رو من در واکسن های ویروسی دارم روش صحبت میکنم، اما بیماری های باکتریال مثل شاربون علامتی، مثل شاربون، اینها بیماری هایی هستن که واگیرداریشون مثل ویروس نیست. اینها رو بعد وقتی گله درگیر شاربون علامتی میشه، ما اولین کسی رو که میبینیم میگیم همین الان برید کل گله رو واکسن بزن. فرق میکنه، برای کل بیماری های دیگه پوشش ندید و نگید که اونها هم باید همین کار رو. نه، بیماری های باکتریال جدا، بیماری ویروسی جدا. بیماری ویروسی اگر علائم نصف 20% یک عدد گاو درگیر شد یا گوساله درگیر شد، یعنی 7 روز پیش این ویروس وارد گله من شده و بقیه تو جونشون هست، ولی به مرور نشون خواهند داد، پس واکسن نباید برد. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب دکتر. واقعا سوال خیلی مهمی بود که خیلی از دوستان این سوال رو پرسیده بودن، حتی من خودم این سوال رو حالا برای خودم هم سوال شده بود، چون خیلی از دامپزشکا میگفتم بزن، خیلی از اونا میگن نه نباید این اتفاق بیفته. این یک محل اختلافی بود که شما هم نظرتون این بودش که در زمانی که گله دوچار میشه و علائم رو در گله میبینید نباید دیگه استرس دیگه مثل واکسیناسیون انجام بدید.
خب آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست توی این ویروس بحث دوره کمون بیماری هستش که معمولا حالا بعضا شما فرمودید یک هفته قبل ممکنه هست این الان دیده بشه، ولی به صورت اختصاصی فکر بکنم حالا 48 ساعت قبل از یا 4 روز قبل از دیدن اولین علائم ممکنه هست توی گله اتفاق بیفته. آقای دکتر سوال، آقای دکتر صده من بنده رو دارید؟ بله بله کاملا واضح با تصویر زیبا. بسیار سپاس بودم. آقای دکتر سوال بنده این هست. ببینید گله های ما یکی از اصول ایمنی که و پیشگیرانهی که در مورد گله ها وجود داره بحث واکسیناسیون هست، حرفی هم در این وجود نداره. اما واکسن های مختلفی توی بازار ما ببینیم. یه سری واکسن های شرکت هایی هستن که در ایران زحمت میکشن تولید میکنن و همچنین واکسن هایی هستش که از کشورهای مقصد مثل فرانسه، هند، ترکیه، روسیه وارد ایران میشه. نظر شما چی است؟ چه نوع واکسنی زده بشه؟ آیا نظر شما با واکسیناسیون گله با واکسن های مختلف آیا در این زمینه موافق هستید یا نظرتون در این مورد چی است؟ ممنون میشم. آقای دکتر عرض کردم خدمت شما سراتیپ های مختلف این کرونا ویروس اینه که تنوع واکسیناسیون رو در کشورهای مختلف بالا برده. یک، ما دو تا مسئله داریم آقای دکتر. یک این که نوع تیپ سراتیپ و تیپ های آی دکتر صداتون قطع شد. آی دکتر آی دکتر صداتون قطع شد، یه بار دیگه اگه بفرمایید. آی دکتر من صداتون رو دارم. یه لحظه صداتون قطع وصل شد، اگه امکان داره یه بار دیگه مجددا بفرمایید. ارسیار در خدمت شما. ببینید دو تا مسئله است، یکی این که کیفیت واکسن هست و دوم این که چه سروتیپ هایی داره این واکسن به ما پوشش میده. خب دوستان شرکت های مختلف در کشور ما دارن زحمت میکشن و واکسن تولید میکنن، ممنونشون هستیم، ولی خب واکسن های وارداتی هم هستش. باور بفرمایید شاید بعضی از واکسن های وارداتی مال یک سری کشورهایی که من اسم نمیبرم از لحاظ کیفیتی با این واکسن های داخلی از لحاظ کیفیت هستن، ولی واکسنی هم داریم که خارجیه و اسم نمیبرم، من نمیخوام جد کار تبلیغاتی بکنم، ولی که کیفیتش خیلی بالاست به دلیل اینکه یک خب فرآوری واکسن و کاری که دارن روش و ماده نگهدارنده که روش کار میکنن و شرکتی که داره کار میکنه خب سابقه بسیار بزرگی داره و از طرفی سوشهای خوبی که در گله ما داره و در کشور ما داره اتفاق میفته داره پوشش میده. هدف اصلی واقعا از کیفیتش که مهمتره اینکه چه سوشی رو داره به ما پوشش میده در گله های کشور ما. خب ما منطقه ما حتی زحمت داشتیم که در استانهای مثلا جنوبی یک سری سوش ها، در استانهای مثلا مرکزی یک سری سوش های دیگری که ما باید واکسنش رو اداره دامپزشکی با تعیین نوع سروتیپ بری دستور بده که آقا چه واکسنی زده بشه. خب متاسفانه آقای دکتر روک بگم خدمت شما، مسئله بیزینس شده و ببخشید من این حرف رو نباید شاید بزنم و مسئله اقتصادیه دیگه. متاسفانه بعضی از دوست دارن جیباشون پر بشه ولی نامدارهای زیادی متضرر بشن و نابود بشن و این وسط واقعا نگران کننده است و ناراحت کننده است. من اسم هیچ شرکت و هیچ شخص خاصی رو نمیبرم ولی اگر آدم یک مقدار وجدان داشته باشه دامدار و این سرمایه عظیم ملی رو
به راحت نابود نمیکنه. مشاوره ای که میده مشاوره دقیق و درست باید بده، نه به نفع خودش و جیب خودش عمل میکنه. ببخشید من اینو نمیخواستم این جمله رو بگم، ولی دامدارهای ما باید حتما با دامپزشکای اون منطقه مشورت کنن که چه سروتیپ، چه تیپ بیماری الان وجود داره، ویروسمون هستش، بر اساس اون نوع واکسن رو انتخاب بکنن. و واقعا دکتر ما تو گله‌های مختلف مثلا تو استان خودمون میبینیم که میپرسیم، خیلی جالب، مثلا یه داروی که تجویز میکنیم میپرسیم آقا نتیجه داد نداد چجوری، ما بگید. و خیلی از دوستان از 4-5 مدل واکسن خارجی و داخلی که وجود داره اکثرا واقفن که آقای دکتر امسال مثلا فلان واکسن رو که زدیم واقعا راحت بودیم، همسایه اون که واکسن شرکت دیگر زده متاسفانه درگیر شده. و این چه وضعیتیه که نباید این واقعا از بالا، باید از سازمان دامپزشکی کل کشور و نظام دامپزشکی کل کشور این دستور بیاد و واقعا نجات بدن این شرایط رو، نباید این اتفاق بیفته و واقعا مسئله بیزینس رو باید بذارن کنار که این سرمایه ملی رو حفظ کنن. ببخشید طولانی شد. خواهش میکنم آقای دکتر، بسیار نکات خیلی خوبی رو عنوان کردید. آقای دکتر یه بخش از سوالم این بودش که پیشنهاد میکنید که گله ها به صورت متناوب از واکسن های مختلف استفاده بکنن؟ به هیچ وجه آقای دکتر. ببینید یه مسئله هست، مثلا ما آنتیبیوتیک استفاده میکنم من بر فرض برای بیماری های پنومونی، مستایتیس یا بیماری مترایتیس، خب متریت، عفونت‌های رحمی، من هر مدت یه بار نمیدونم، ولی کسانی که با من کار میکنن میدونن من بالای 600-700 قلم تنوع دارویی نسخه میدم. هدف چیه؟ اینکه چه کنم؟ خودمون نشون بدم؟ نه، هدف اینه که در توی 6 ماه 1 سالی که آنتی بیوتیک رحمی در فلان گاوداری استفاده کردم و یا اینکه بابت پنومونی فلان آنتی بیوتیک استفاده کردم، خب مقاومت دارویی میده. بله این درسته، نوع دارو عوض میکنم تا بتونم اون مقاومت دارویی رو بشکنم، اما در واکسیناسیون اینجوری نیست آقای دکتر، معنایی نداره. چون وقتی که شما سروتیپ برفر سطح تری که الان توی گله های ما اصلا تو ایران نداریم، هیچ گزارشی نیست، و ما بیاییم خب یه واکسن خارجی بگیریم که آقا نمیدونم تنوع بکنیم، نمیدونم فلان واکسن رو هم بزنیم، خب اصلا ایمنی اصلا وقتی ویروسش وجود نداره، سروتیپی نداره، چرا همچین از نگو کن؟ نه، خیلی از گله های ما داریم یک نوع واکسن همه سالهای سال همون واکسن رو دارم میزن، گله های مگا فارم مثلا الحمدلله درگیرم نشدن، چون میدونن فلان سروتیپی وجود داره و اون استفاده میکنن. من واقعا به این نیستم که تنوع واکسن انجام بشه. بسیار. آی دکتر، یکی از سوال دوستان این هستش که در سال چند نوبت واکسیناسیون انجام بشه؟ فاصله بین هر واکسن با واکسن بعدی چقدر باشه؟ آیا 2 ماه، آیا 3 ماه، 4 ماه؟ اینو لطفا در مورد این به صورت شروع واکسیناسیون معمولا از سنین پایین، اینا رو تو گله‌های بزرگ و گله‌های شیری، معمولا این گله‌هایی که گوساله شیری دارن تا گاوهای شیری، معمولا میان از سن 2 الی 3 ماهگی زمانی که گوساله را از شیر میگیرن یک دوز واکسن میزنن و 21 روز یعنی 3 الی 4 هفته راپلش رو و تکرارش رو انجام میدن. بعد میره معمولا بین، بستگی داره، حالا من اینو بهتون میگم که یک سری شرکت ها 6 ماه 1 باره، یک سری شرکت ها 4 ماه 1 باره، یک سری شرکت ها 3 ماه 1 باره. معمولا واکسن های ایرانی رو من گله های بزرگ شیری دارم آقای دکتر، شاید یک بارم واکسن خارجی نزدم، خب ولی تایید نمی کنم ها، ولی میخوام به تو این رو بگم که پوشش میدن واکسن، ببخشید من اینو دیگه صحبت بکنم، واکسن ایرانی پوشش میده به شرطی که نذارید به 3 ماه بگذره، که معمولا میگن 4 ماه 3 الی 4 ماه، ولی من میگم بین 2 الی 3 ماه، یعنی رو 70-80 روزگی تکرار واکسن اگه انجام بشه، این میزان سیستم ایمنی که داره میده نشکنه و اون سد دفاعی نشکنه، واکسن بعدی زده بشه زیر 3 ماه زده بشه، این اتفاق معمولا خوب افتاده و از نه کمتری هم کردن و الحمدلله درگیر هم نشدن. ولی واکسن های خارجی خب به دلیل اینکه بین 4 الی 6 ماه های دکتر استرس کمتری به گله وارد، شما سالی 2 بار واکسن میزنید به یا اینکه سالی 4 بار،
شما درسته هزینه کمتری دارید میدید ولی استرس زیاد دارید به گلتون وارد میکنید. این هم هست که محاسبات دیگه با خود دامدار هستش و انتخاب نوع باز. خب آقای دکتر، بس بنابراین در مورد گوساله های شیرخوار یه صحبتی رو فرمودید، من اینجا را اشاره بکنم. ببینید آقای دکتر، اگر توی گله گوساله های شیرخوار از مادرانی متولد بشن که ایمنی ندارند، آیا میتوان در ابتدای تولد به اونها واکسن زد؟ در مورد بحث اونایی که ایمنی دارن، خب بعد از 3 ماهگی، ولی آیا اونایی که ایمنی ندارن آیا میشه به گوساله های شیرخوار هم واکسن رو زد یا نه؟ آقای دکتر، با توجه به اینکه ما آغاز رو داریم میخورونیم، خودش این آغاز سیستم ایمنی بسیار خوبی. اصلا هدف از واکسیناسیون چیه؟ تقویت سیستم ایمنی دیگه. آغازی که گوساله های شیری میخورن، اگر دامداری باشه که شرایط نگهداری دام، خوراکش، تغذیهش درست باشه و کیفیت آغاز خوبی بده، معمولا تا 2 ماهگی پوشش میده و سیستم ایمنی رو نگه میداره، تقویت میکنه و معمولا زیر 2 ماه درگیر تبرفکی نمیگم نمیشن و اینو برای من ایراد نگیرن، چون من خودم دیدم گوساله 1 ماه درگیر تبرفکی شده، ولی بسیار بسیار نادر هستش و اون تو گله های اتفاق میفته که سیستم ایمنی ضعیفی داره. باز هم برمیگردیم به سیستم ایمنی. ای کاش همه ما دامپزشکا و متخصصای تربیه دست به دست هم بزنیم و همه کارا رو بذاریم کنار، فقط سیستم ایمنی و کاهش استرس، افزایش سیستم ایمنی و کاهش استرس در گله هامون و ایجاد کامفورت و آسایش برای گله هامون ایجاد کنیم، خیلی از این بیماری ها رو بهش فایده میشه. بسیار عالی. آقای دکتر، من یکی از گله‌های بزرگی که تالا چند روز پیش رفته بودم متاسفانه دچار سویه پستانی شده بود. توی این سویه ها و در این کیس ها چی کار باید کرد آقای دکتر؟ خب عرض کردم خدمت شما آقای دکتر، سطح تو متاسفانه من از 1 ماه پیش اطلاع داشتم که از اردن و همسایه های خودمون از عربستان، از پاکستان داره وارد میشه، یعنی خود یک شرکت معروف خارجی اطلاع داده بود به ما که آقا کشور ما داره، کشور شما داره درگیر متاسفانه سوش سطح 2 میشه و این بسیار نگران. معمولا کمتر دهان و زبان این آقای دکتر درگیر میشن، بیشتر تیپ پستانی هم درست آقای دکتر؟ بله تیپ پستانی هست. آره متاسفانه، و این خیلی خیلی واقعا فاجعه ایجاد میکنه، چون متاسفانه دام وقتی نتونیم بدوشیمش درگیر ورم پستان میشه و مشکلات عدیده دیگه برش پیدا میکنه. اما اینکه حالا گله ما درگیر شد، من به نظر من چون متاسفانه واکسن سطح 2 ما آقای دکتر هیچ نوع واکسنی در ایران حتی خارجیاش ما نداریم که سطح 2 رو پوشش بده. البته من این حرف رو شاید نباید بزنم و این حرف نمیدونم شاید به مزاق خیلی از دوستان نیاد و باید از من نشنیده بگیرید، ولی باید یک سری واکسن های یا تولید بشه یا وارد بشه که بتونه سطح 2 رو پوشش بده و بتونه گله های شیریمون رو نجات بده، وگرنه اگه درگیری اتفاق بیفته، ببینید من چه روزی دارم این حرف رو میزنم، انشالله این اتفاق نیفته، ولی اگر بیفته صنعت شیری ایران در خطر میفته. اما اگر ما تصمیم گیرنده نیستیم بر ورود واکسن یا ساخت واکسن، اما تصمیم گیرنده در مورد تقویت سیستم ایمنی گلمون رو داریم. دامدار باید تا میتونه ایمنی، ببینید شما نمیتونید به همسایت بگید آقا تو رو خدا دام نخر، دام نیا، ترددت کنترل کن. من خودم رو میتونم کنترل، ولی همسایه ها تو شهر خودتون، تو قسمت های اطراف به هیچ وجه نمیتونید اینو کنترل کنید. حتی دامداری خودتون رو نمیتونید کنترل کنید. ورود و خروج کارگر، دامپزشک، نمیدونم کارشناس، بحث تو ورود و خروج خوراک، کود بردن، همه اینا سبب انتقال آلودگی میشه. پس تنها سد دفاعی که میتونه خیلی کمک کنند است سیستم ایمنیه، که زحمتش رو با دوستان عزیز و متخصصان تغذیه مثل شما بکشن و تا میتونن سیستم ایمنی رو تقویت کنن و روش کار بشه.
که بدونن و اگه گله من سوال شما برای اینه که الان درگیر تر برفکی تیپ پستانی شده چه کنیم؟ راهش باز هم همینه. یک، استفاده از ویتامین های تقویت کننده سیستم ایمنی، ویتامین های آ، ای و عنصری به نام سلریوم، و استفاده از سینگل دوز یا تک دوز انسید یا مسکن های طولانی اثر که اسم نمیارم، نمیخوام حالا تجاری بشه این حرف، و میتونید استفاده بکنید که یک مسکن تک دوز، هدفم از تک دوز زدن اینه که 48 الی 72 ساعت تو بدن باشه، چون خود تزریقات هم سبب ضعف سیستم ایمنی میشه. پس ما باید کاری بکنیم که حداقل تزریق و حداقل استرس و بیشترین تقویت سیستم ایمنی، یعنی پرمیکس های تقویت سیستم ایمنی در خوراکمون بزنیم که هم بافت های پوشی پستانی که درگیر شدن زودتر بتونن بافت پوشی رو ترمیم کنن، و هم ویتامین ها و تبر ها و مسکن های استفاده کنیم که تک دوز باشن و خیلی کمکمون بکنه در کنترل بیماری. بسیار عالی، بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر اگر موافق باشید، خیلی از دوستان در مورد درمان هم سوال پرسیدن که شما فرمودید که حالا از یک تک از داروهای تبر وسیع طیف یا طولانی اثر استفاده میتونن بکنن و همچنین از ویتامین های مثل ویتامین آ-D3C مثلا میتونن استفاده بکنن که اینها رو توشون داره. حالا بحث اینجاست، اگر دام دچار بیماری شده، حالا به یک مرحله رسیده که واقعا داره دام تلف میشه، یعنی خوراک نمیتونه بخوره به خاطر حالا مشکلات و زادهای دهانی یا تاولهای دهانی که ایجاد شده، تو اینطوری مواقعی یا مثلا در مورد بیماری های ثانویه یا مشکلات ثانویه‌ای که ایجاد میشه مثل عفونت های ناحیه سم یا عفونت های دهانی یا بینی، این در این مورد حالا اگر درمانی هست یا راهکاری هست بفرمایید. آیا تو ببین، معمولا بعد از چند روز وقتی دام درگیر تای برفکی میشه و میره به سمت سکندری یا عفونت های ثانویه سکندری اینفکشن، خب اون موقع دیگه باید دامپزشک اینجا آنتیبیوتیک رو استفاده بکنه، دیگه موقع استفاده از آنتیبیوتیکه. اگر از روز اول آنتیبیوتیک استفاده کرده باشید، این اتفاق میفته که دام مقاومت دارویی به آنتیبیوتیک میده و موقعی که باید حالا آنتیبیوتیک که چند روز بعد استفاده بشه، دیگه به آنتیبیوتیک جواب نمیده. این یک نکته. نکته صدامو داری؟ بله برای دکتر. نکته دوم، خب الان دام من به جایی رسیده که واقعا اکیوت، فوق حاده و دیگه کارش نمیتونیم بکنیم، دیگه کاملا از خوراک افتاده. از من اینو یادگاری داشته باشید آی دکتر، به هیچ وجه دام درگیر تب برفکی غیر از تیپ قلبی گاو رو نمیکشه. نمیکشه. گاو از کجا میمیده؟ از کم خوراکی و عدم خوراک و ضعف و لاغری مفرط و اینکه از بین میره. پس من چه کار باید بکنم؟ یک، علوفه خشبی رو حذف کنم. دو، خوراک نرم بدم. غلظت خوراکم رو به کمک متخصصان و اساتید تغذیه چون شما رو بیشتر کنم. استاد مهندسی های دکتر میدونید که خوراک باید در مواردی که اینجور هست، به دلیل اینکه دام ما خوراک کمتری بخوره، باید چیکار کنیم؟ غلظت خوراک رو بیاریم بالا به کمک حالا میزان ویتامین ها و عناصر و مواد معدنی مورد نیاز بدن رو چند برابر دوز مصرفی رو بالا ببریم که دام همون یک لقمه خوراکی که داره میخوره میزان نیازهای بدنش رو تأمین کنه. این دو. سه، این که ما بیاییم خوراک نرم و مرطوب بیشتر استفاده کنیم. دام دهانش درد داره، زبانش درد داره، نمیتونه خوراک بخوره. خب پس ما باید کاری بکنیم که تشویقش کنیم به خوراک خوردن. پس خوراک مرطوب و غلظت بالا و علوفه های خشبی رو تقریبا حفظ بکنیم. این یه مسئله بعدی. خب حالا دام ما کلن دیگه نمیخوره. به هیچ وجه من چی کار بکنم؟
خب استفاده از حالا مسکن های تبری که خدمت شما عرض کردم، ویتامین هایی که عرض کردم، حالا دام خوراک نمیخوره، این دام دیگه باید بره سرم تراپی بشه، دیگه باید سرم بزنیم، سرم های هایپرتونیک 50%، دکستروز 50% استفاده کنیم که میزان قند خون تو افت کرده رو ما تأمین بکنیم، نیازهای بدنش رو تأمین کنیم. از سرم رینگر میتونید استفاده کنید که پتاسیم و سدیم بدن رو تأمین کنیم و در کنارش هم میتونیم دستی بهش خوراک بدیم. آقای دکتر من این اتفاق افتاده وقتی این دام که دیگه کاملا قطع خوراک شده، میایم یه کنسانتره رو آرداب درست میکنیم، حالت لقمه های بسیارت لقمه لقمه درست میکنیم، میگیم دامدار تو دو روز سه روز این لقمه لقمه کن، روزی چند تا لقمه بذار تو دهنش قورت بده که شکمبه از کار نیفته، حرکات شکمبه از کار نیفته. در کنارش هم سرم درمانی انجام میدیم و آنتوبیتیکی که بسته به این که حالا به قول معروف درگیر پنومونی شده یا درگیر مشکلات سم و عوارض سم شده رو بتونیم استفاده بکنیم و دام رو نجات بدیم. دام از تبرکی نمیمیره، از خوراک نخوردن میمیره. بسیار عالی آقای دکتر، خیلی نکات خیلی خوبی فرمودید. آقای دکتر یک سوالی مطرح شده، ببینید شما فرمودید که سطح تو هم وارد کشور شده، من میخوام نظر شما رو در مورد آقای دکتر این که میگم سطح تو وارد کشور شده پس میزنم، چون اطلاعات قبلا به ما دادن، الان به من نچسبونید فردا سازمان دامنه‌چی من زنگ بزنم بگم آقای دکتر تشخیص داد سطح تو وارد کشور. نه من حدس میزنم به اطلاعاتی که قبلا داشتن. درست. سوال ویژه من این هست، حالا میخواد سطح 2 باشه، سطح 1 باشه، سطح 3 باشه، یا حالا نمیدونم AOC باشه، هر کدومشون میخواد. سوال عمده من این هست، ببینید ما توی ماهای اخیر یه اقدامی انجام شد در مورد وارد کردن دام زنده به کشور، میخواستم نظر شما رو و همکاران شما رو در مورد این روش وارد کردن دام بدونم که آیا به این روش وارد کردن آیا درست هست نیست و چه اقداماتی انجام میشه یا آیا شده، اینو نظر شما رو میخوام بدونم. قطعا آقای دکتر من تصمیم گیرنده اساسی نیستم، ولی قطعا این کار اشتباه محضه، هم از لحاظ بهداشتی و دامپزشکی و هم از لحاظ اقتصادی این کار صحیح نیست. من واقعا متاسفم برای تصمیم گیرندگان کلان که هر وقت قیمت گوشت میره بالا زود میرن مرغ و گوشت از کشورهای دیگه با عرض بسیار پایین میان وارد میکنن که قیمت گوشت رو کنترل بکنن. این خیلی خوبه، کنترل قیمت گوشت خیلی خوبه، مصرف کننده باید گوشت شیره از اون قیمت بخوره، ولی من میگم حالا هر چیزی که شما میخواهید وارد بدید به واردات، بدید سوبسیدش رو به دامدار که قیمت خوراکش بیاد پایین، قیمت گوشتتون هم بیاد پایین، چه عیبی داره؟ دامدار ما ارزش بسیار بالاتر از این حرف هاست که بتونه گوشت با کیفیت و شیر با کیفیت و به میزان بالا مورد نیاز کل کشورمون رو تأمین کنه، هیچ صادرات هم انجام بده. چرا ما بیاد دست به دامان کشورهای همسایه‌مون و کشورهای دیگه بشیم؟ این یک مسئله، این از لحاظ اقتصادی کار اشتباه، اما از لحاظ دامپزشکی و بهداشتی طبعا این گوشت ها و این دام های زندگی که داره وارد میشه، مطمئن باشید از کشورهای فری و پاک از بیماری های ویروسی نیست. بله کاش این اتفاق، بله اون از یک کشورهای وارد کنن که کاملا پاک، اونا به ما نمیدن، این اتفاق نمیفته، ولی میرن از کشورهای همسایه که کاملا آلوده است و سالهای سال دامدار ما اومده روی یک سری بیماری های ویروسی کار کرده، دامپزشک کار کرده، بیماری های مختلفی رو کنترل کرده، خیلی راحت ما میایم دوباره یک سری بیماری ها رو وارد کشور میکنم. حالا ویروس پربرفکی یکی از بیماری هاست، های دکتر بی بی دی، آی بی آر، ام سی اف، نمیدونم و و و خیلی بیماری ها خیلی راحت با همین حمل و نقل
غلط دام و انتقال غلط دام سبب ورود آلودگی به کشور خودمون میشه، نه اینکه از یه طرف اسمش اینکه گوشت رو میاریم پایین، قیمتش رو میاریم پایین، ولی خدا میدونه ضربه اقتصادی چندین برابر به صنعت دامپروری وارد میکنیم. چند مدت دیگه باید دوباره بریم گوشت وارد بکنیم و دوباره گوشت خیلی گرونتری هم بخریم. اصلا این کار من مخالفم، البته من عادت نیست آقای دکتر، ولی به عنوان یک فرد کوچیک این صنعت دلسوز این صنعت هستم واقعا، حس میکنم، ولی خب میخوام این لبخند از لبام نره. بسیار عالی. آقای دکتر یه سوالی در مورد بحث سقط جنین پرسیده، در مورد سقط جنین هم توضیح بدید. ببینید هر پروسه‌ای از بیماری که ایجاد تب بکنه، یعنی فعالیت پروستاگلندین ها در بدن به صورت طبیعی بالا میره و ایجاد سقط، حالا میتونه سقطای زودرس و میتونه سقطای بالا هم ایجاد بکنه. پس بیماری تبرفکی با توجه به اینکه ورود ویروس و ایجاد ویرمی و ایجاد سپتیسمی و ایجاد تب بکنه، پس عملا احتمال سقط رو هم بده. بسیار. آقای دکتر یک سوالی هم در مورد شکمباد کردن آقای دکتر، که بعضی از گوساله‌ها دچار شکمباد میشن، در این شرایط باید چیکار کرد؟ این دیگه واقعا خارج از بحث تبرفکی آقای دکتر، این مسئله سیستم اصلا بیماری گوارشی هستش و اگر وارد این توی زمان عرضم بزرگت که ویروسی که وقتی میاد دام دوچار میشه، دوچار شکمباد هم میشه، یکی از علائمش هست، حالا در این مورد چیکار باید کردن؟ اینو اصلا از علائم بیماری ویروسی تبرفکی و نفخ شکمبه وجود نداره همچین چیزی، ولی میتونه بیماری های دیگه ای هم غلبه کنه. ببینید عرض کردم خدمت شما، هر بیماری که وارد بشه تمام سیستم بدن رو با مشکل روبرو بکنه. خب گله ای که سیستم خوراکش خوب نباشه، مشکلات اسیدوز اتفاق میفته، مشکلات حالا این شکم نفخ شکم بکش رو میبرن، میتونه ناشی از اسیدوز باشه، میتونه ناشی از ارز کنم، چون اینا میگن ممکنه همون توجه به حرفای ما که میگن خب گروه قشبی رو حرف کنیم بیشتر کنسانتره بدیم، خب میارم به سمت کنسانتره و کنسانتره هم که نمیدن متاسفانه، میگن فقط آردچو میدن بدون جوش شیرین و این اتفاقی که میفته ممکنه بیماری هایی مثل اسیدوز و مشکلات گوارشی ایجاد بکنه. البته خب باز هم این به صورت تکیز هست و خیلی نمیشه به بقیه بیماری هایی بسیار عالی. آقای دکتر من فکر میکنم که صحبت‌های تکمیلی هم فرمودید، حالا هم این که شما یه استراحتی بکنید، منم چند تا نکته خدمتتون عرض بکنم. ببینید از زمانی که این ویروس در سال 1897 شناخته شد تا امروزی که ما در خدمت شما هستیم، این ویروس ضررهای اقتصادی بسیار بسیار زیادی هم به اقتصاد مملکت وارد کرده، هم به اقتصاد دامدار وارد کرده. ببینید ضررها چی میتونه باشه، شما حس کنید که مثلا یک گله وقت درگیر میشه چقدر هزینه های دارو درمان ممکن هست وارد بشه، چقدر هزینه افت تولید هست، چقدر هزینه تلفات میتونه وارد بشه. بنابراین حساسیتی که این ویروس ایجاد میکنه که توجه همه ماها رو به خودش معطوف میکنه، همین ضررهای هنگفت اقتصادی هستش که به دامدار وارد میشه. بنابراین همینطوری که استاد عزیزم جناب دکتر حسینی فرمودن، ما اقدامات بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه‌ای که میتونیم انجام بدیم باید با حساسیت بیشتری در این مورد انجام بدیم. اقداماتمون چی میتونه باشه؟ یک سری نکات رو آقای دکتر حسینی عزیز فرمودن. ببینید من دامداری های یا مگا فارم هایی که وارد میشیم میبینید که کنار درها همشون اسپری ضد عفونی دارن، نمیدونم کنترل ورود خروج افراد رو وارد به اصطلاح کنترل میکنن، به همین راحتی کسی رو وارد دامداری نمیذارن بیاد، نمیدونم داخل بخش های مختلف کارگرها نمیتونن تردد کنن، کارگرهای هر بخش مختص همون بخش هستن. بحث اینها رو خب بسیار شاید دکتر حسینی فرمودن.
اما بحث خوراک و بحث تغذیه خب یکی از نقاطی هستش که خیلی باید بهش دقت بشه. ببینید ما بسیاری از نهادهایی که توی مگافارم‌ها استفاده میشه یا توی دامداری ها استفاده میشه، مثل عمدتا مثل ذرت و سویا یا حالا بعضا جو هم هست، اینها وارداتی هستن. خب ممکنه بسیاری از آلودگی های قارچی وارد اینها شده باشه یا آلودگی های توکسینی وارد این سیستم غذایی بشه و این آلودگی ها با همراه خوراک وارد بحث دامداری بشه و باعث کاهش ایمنی بشه. ببینید یکی از مواردی که متاسفانه خیلی کم ممکن هست مورد توجه قرار گیره، بحث همین توکسین ها هست برای کاهش ایمنی دام ها. بنابراین توصیه میکنیم که در اینطوری مواقع یا در کلن در طول زمانی که شما دارید تغذیه میکنید دام هاتون رو، حتما نسبت به همین آلودگی ها دقت نظر داشته باشید. آلودگی هایی که توی زایات توی دامداری های بیشتر حالا پرواربندی ها دیده نظر هست. بنابراین تا جایی که میتونید، تا جایی که امکان هست براتون و با حساسیت بیشتر نسبت به کنترل آلودگی هایی که در خوراک وارد میشه دقت نظر داشته باشید. بسیاری از موارد بهداشتی و همچنین پیشگیرانه در این زمینه وجود داره، مثل وارد نکردن کپک ها، مثل وارد نکردن موادی که میتونه آلودگی ها رو انتقال بده، موادی که از جاهای مختلف مبدأ مشخصی نداره میتونه خودش عامل انتقال این ویروس بشه و ایمنی دام که اینقدر آقای جناب دکتر حسینی استاد عزیزمون تأکید بر اون داشتن میتونه تحت شعاع قرار بده. نکته دوم در مورد تغذیه دام ها هست. ببینید ما زمانی که خود انسان اگر ما در نظر بگیریم، اگر شما بیایید در رژیم غذایی روزانه‌تون از سبزیجات استفاده بکنید، از میوه‌ها بتونید استفاده بکنید و یک تنوعی در این زمینه داشته باشید، حتی به صورت اندک، خود این نیازها به صورت طبیعی بدن رو برطرف میشه و انسان رو در برابر بسیاری از بیماری ها میتونه ایمن کنه، مثل سرماخوردگی هایی که مثلا بعضیشون ویروسیه. شما در زمانی که سرما میخورید، بعضی از مثلا درمان های خانگی که هست استفاده کردن از ویتامین C هست مثلا، یا مثلا استفاده کردن از مواد مغذی که میتونه انرژی و اون مشکلی که ایجاد کرده رو با مقاومت بیشتر بدن دفع کنه. بنابراین نسبت به این موضوع ها و تأمین ریز مغذی ها به خصوص مثل ویتامین ها و موادی که میتونن توی بحث ایمنی، همونطوری که آقای دکتر فرمودن، ویتامین های آ، ویتامین دی، ویتامین ای، ویتامین سلنیوم، ببخشید سلنیوم، میتونن توی بدن نقش های مختلف رو ایفا کنن، یکی از بخش ها هم میتونن در بحث استرس هستش. یک سوالی هم در مورد بحث تغذیه شده بود که آقای دکتر فرمودن در این زمان ما چی کار باید بکنیم، خب وقتی که دام خوراک نمیخوره چه استفاده، چه کارهایی رو انجام بدیم. ببینید از لحاظ تغذیه‌ای توصیه‌ای که ما میتونیم داشته باشیم این هستش که در زمانی که وارد این سیستم شده، یعنی گله خدا نکرده دچار ویروس شد و آثار و علائمی در حیوانات دیدن، معمولاً دام‌ها دچار کم خوراکی میشن. یعنی ممکنه شما طبق روال هر روزتون خوراک رو در اختیار دام‌ها قرار میدید، میاید وارد میشید میبینید خوراک خورده نشده و یا آخر طبق روال هر روز و هر وعده تمام نشده و این اونجایی هست که شما باید حساسیت داشته باشید. به خاطر همین همیشه آخر باید کنترل بشه که آقا چقدر خوراک در داخل آخر باقی مونده از وعده قبلی. ما توی بحث جیره نویسی وقتی که صحبت میشه میگیم که آقا جوری جیره نویسی بشه یا جوری خوراک دهی بشه که حداقل برای وعده بعد حداقل حدود 200% از باقی مونده خوراک تا آخر بمونه.
اگر بیش از این وارد بشه باقی مونده باشه، بدونید که یک مشکلی داخل جیره هست. به خصوص اگر شما وعده رو به اصطلاح خوراک دهی رو انجام دادید اما میبینید خوراک خورده نشده، دام ها گوشه‌گیر شدن و حالا هر کدوم یک جایی یک سری علائمی رو از خودشون نشون میدن، اون شادابی و فرش بودن رو خودشون نشون میدن، اینجا اون زمانی هست که شما باید حساس باشید و اقدامات لازم رو انجام بدید. بر فرض مثال که این ویروس حالا خدای نکرده وارد گاوداری شده، چیکار باید بکنید؟ از لحاظ تغذیه‌ای بهترین کار این هستش که دام رو ترغیب بکنید که خوراک بخوره. یعنی چی؟ یعنی بیایید از موادی استفاده بکنید، از اقلامی استفاده بکنید که دام به راحتی میتونه اونها رو مصرف بکنه، مثل موادی که اشتها رو زیاد میکنن، به خصوص مثلا توفاله چغندر، یا مثلا بر فرض مثال سبوس گندم، یا مثلا مواد نرمی که حالا کنسانتری، اما به شرط اینکه مقدار اون جوری نباشه که ما مشکلات ثانویه رو ایجاد بکنیم، مثل بیماری ها مثل اسهال یا اسیدوز رو ایجاد بکنیم. باید نسبت به این موضوع رو هم دقت کنیم. ببین در بحث سیلاج ذرت، هرچند که خیلی نرم هست، ممکنه وارد کردن سیلاج ذرت در خوراک به خاطر اینکه یه مقدار حالت تندی داره ممکنه دام رو از خوردن باز بداره. بنابراین استفاده کردن از موادی که میتونه دام اونها رو بخوره و زیاد فشاری وارد نمی کنه به اگر زایات دهانی ایجاد شده، تاولهای دهانی یا زخمهای دهانی ایجاد شده ده و دام توانایی خوردن نداره، بهتر است که از این کارها، از این مواد استفاده بکنه. نکته بعد که اینجا مطرح هست این هستش که خب ما خوراکی رو که داریم در اختیارشون قرار میدیم آیا از لحاظ بافرینگ هم تأمین هست یا نه؟ ببینید توی این دوره یکی از موادی رو که میتونید وارد خوراک بکنید بحث جوش شیرین هستش که حتما باید مصرف بشه برای اینکه کنترل بشه اسیدوز، خدای نکرده اگه وارد بشه، چون شکمبه به هم میخوره. شما هر زمانی که جیره تغییر میکنه یعنی یک استرسی به میکروارگانیسم های داخل شکمبه وارد کردید و وقتی که این استرس به میکروارگانیسم های شکمبه وارد بشه جمعیت میکروبیای شکمبه به هم میخوره و این زمان بهترین زمان برای حمله میکروارگانیسم های مضر به دیواره های شکمبه و وارد شدن به دستگاه خون، گردش خون و موارد بعدیش هست. بنابراین شما باید تلاش بکنید در کنار اقدامات پیشگیرانه‌ای که دارید در این زمان هم نسبت به بحث تغذیه حساسیت خاص خودتون رو داشته باشید و سعی بکنید دام رو ترغیب بکنید که خوراک رو مصرف بکنه. از گل یونجه، نه خود چوب یونجه، از گل یونجه هم میتونید توی این خوراک استفاده بکنید برای اینکه NDF مورد نیاز دام تامین بشه. بعضا ممکنه دام از این موضوع صرف نظر بکنه، اگر به مرحله حاد این قضیه رسید و دیدید که دام نمیتونه چند وعده هست که غذایی نخورده، به شدت مشخص میشه که این دام نحیف شده، وزن از دست داره میده، اسکور داره از دست میده، بنابراین شما باید همونطوری که دکتر حسین استاد عزیزمون فرمودن حتی به روش دستی هم میتونید این کارو بکنید. اما اگر از روش دستی دارید استفاده میکنید، چون که با دست تحریک میکنید و لقمه رو داخل دهان گاو میذارید، سعی کنید در این مواقع یه جیره کاملی رو بدید، منهای اون بحث حالا چوبی شکل علوفه ها مثل چوب ساقه یونجه یا به اصطلاح کلش. تو اینطور مواقع حتما یونجه مرغوب رو با مقدار خیلی کمی کاه نرم و بقیه حالا اجزای کنسانتره که تقلید شده رو به دام بخورونید که اون بحث اسیدوزی که در موردش صحبت کردیم اتفاق نیفته. خب جناب آقای دکتر حسینی اگر سوالی در این مورد هست من در خدمتون هستم. صدای بنده رو دارید؟ ممنون، متشکرم. ایشالله که همه دامدارای عزیزمون، کارشناسانمون، همکارای عزیزمون، دامپزشکا، همه ایشالله دست به دست هم بدیم و دامدارامون الحمدلله با این آموزش ها و این لایو های آموزشی و این اتفاقاتی که میفته، همه ما هدفمون ایجاد یک اطلاعات بیشتر و دامدار ما هر چی نسبت به سالهای قبل الحمدلله من وقتی میبینم خیلی اطلاعاتشون بالا رفته، خیلی راحت‌تر میتونن تصمیم بگیرن
و همه ما باید دست به دست هم بدیم که بتونیم در برابر خیلی از بیماری ها وایستیم و همه ما، چه من دامپزشک، چه شما متخصص تغذیه، چه کارشناسان عزیزمون، هدفمون این که دامدار کمتر متضرر بشه و سود بیشتری ببره. در کنار اونها هم ما هم مرتضی میشیم و انشالله یک سفره باشه برای همه عزیزان. انشالله که گوشت و شیر سالمی هم تحویل مردم خواهیم داد. موفق و پیروز باشید. ممنون. آقای دکتر، صدای منو دارید؟ بله آقای دکتر. خواهش میکنم. خب اگر یک جنبندی در مورد صحبت هایی که امروز جناب آقای استاد عزیزم، جناب آقای دکتر حسینی فرمودن، این بودش که یکی از ویروس های بسیار خطرناک و دردناک توی آقای جناب آقای دکتر، واقعا دیدن دامی که دچار ته برفکی شده، به خصوص دامی که از لحاظ از منطقه دهان دچار حالا به اصطلاح این بیماری شده، بسیار سخت است. خب عرض کردیم که این بیماری بسیار خطرناک است، بسیار مصری هست و توی نشخوار کنندگان بیشتر دیده میشه. ایجاد تلفاتش ممکن هم ممکنه کم باشه، اما در شکل قلبیش به شدت بالاست. ولی خب این مشکلاتی که در دام ایجاد میکنه ممکنه هست باعث جراحات ثانویه بشه که باعث ممکنه حذف حتی دام از دامداری بشه. بنابراین از بحث اقتصادی باید نگاه ویژه‌ای به این بشه. در مورد بحث های واکسیناسیون صحبت کرد که آی دکتر که فرمودن که بحث واکسیناسیون حداقل باید هر دو ماه یا سه ماه در اتفاق بیفته. اگر از واکسن های خارجی استفاده میشه 4 ماه استفاده بشه، بعضن 6 ماه هم ممکن هم استفاده بشه. در مورد بحث خوراک در این زمان هم صحبت هایی رو انجام دادیم که گفتیم که سعی کنید از مواد خوش خوراک استفاده بکنید در این مورد، با حفظ اسیدیته شکم و اینکه حالا بعضا ممکن است از مواد سهل الهضم مثل جو یا مثلا سبوس استفاده بکنن. خود جو و سبوس چون که خیلی سریع در داخل شکم به تجزیه میشن، محیط رو اسیدی میکنن و خود سبوس که خیلی باعث نرخ عبور بیشتر در دستگاه گوارش میشه، خب باید با کنترل بیشتری استفاده بشه. به نظر من خود ذرت میتونه گزینه بسیار مناسبی باشه توی بحث کنسانتره، چون نسبت به جو خیلی دیرتر در دستگاه گوارش و در شکم به تجزیه میشه، میتونه یکی از این موارد باشه. امیدوارم که دوستان در این لایو استفاده کرده باشن و از وقتی که جناب آقای دکتر حسینی استاد عزیزم جراح و متخصص دامپزشک گذاشتن، نکات بسیار خوبی رو عنوان کردن، خیلی سپاسگزاری میکنم. از همراهی دوستان عزیزمون هم در این لایو سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که این مطالب مفید دوستان باشه و استفاده کافی رو کرده باشن. آقای دکتر، یه بنده خدا خیلی داره سوال میپرسه که آقا تو رو خود دارم مخصر به من بگید، من دیگه قبل از اون یه جا باید برم مصاحبه کنم. خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون، بسیار ممنونم، شب خوبی داشته باشید، ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. از حضور دوستان میگم استفاده کنم. بسیار سپاسگزارم، ممنون از محبت شما، امیدوارم که موفق و پیروز باشید. شب خوش، خدا نگهدار. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید.